خب درود به همگی، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز قرار با هم دیگه یه توزیع منجر رو با پارتیشن بندی دستی نصب کنیم و یه ویدیو نصب خیلی ساده است، خیلی شیک و پیک. جاهایی که قراره حالا پروگرس باری چیزی باشه، کاری انجام بشه، اونجاها رو فوروارد میکنم که تایم ویدیو زیاد نشه و توی یه ویدیو پست خیلی کوچولو مشولو، البته شاید کوچولو مشولو نشه واقعا، ولی خب قرار توی ویدیو پست بگنجونیمش. خب بریم تا شروع کنیم دیگه گرفتن آیزو رو. خودتون همگی استاد هستیم، میدونیم چی کار باید بکنیم، ولی من باز میگم میرین توی سایت manjaro.org، از اینجا try manjaro رو میزنید. اینجا براتون ادیشن های مختلف منجارو رو میاره. دلیل اینکه اینجا این مانیتور رو میبینید هیچی داخلش نیست اینه که قرار بوده یه ویدیو از یوتیوب باشه، اینه اگه شما با فیلتر شکن به اینو نمایش خواهد داد. قرار بوده یه ویدیو از یوتیوب باشه، ولی خب چون ما اینجا فیلتریم نمیتونیم ببینیمش. من ادیشن KDE پلاسما رو میخوام، میزنم روش و از اینجا دانلودش رو میتونم انجام بدم. کس پیش دانلودش کردم، البته نه این نسخه رو، نسخه که دارم فکر کنم مال یکی دو ماه پیشه، بنابراین من از همون فایل آیزو که از پیش دانلود کردم استفاده میکنم. توی وی ام ور خودم که هایپر وایزر منه، توی مای ماشین که همون آرش لینوکس منه که میدونید همیشه ازش استفاده میکنم، میخوام روی اون آرش لینوکس نصب کنم که یکم حس واقعی بودن بیشتر القا بشه. چون اگه من میخوام اینو از صفر نصب کنم، طبیعتا ماشین مجازی چیز ایزوله و خیلی آیدیالی هست، خیلی ایدئاله. بنابراین من میام اینجا توی این ماشین مجازی اول که هارد دار که اون سری ایجاد کردیم و حذفش میکنم، بعد توی سی دی درایو هم این منجارو از قبل اینجا ماونت کردم. ماشینم رو ران میکنم و وارد بوت منوش میشم، در واقع بایوس ستاپش میشم. بعد میزنم توی انتر ستاپ، کانفیگر بوت آپشنز، چینج بوت اوردر. اینجا قبلا هم با هم اومده بودیم. میام روی این وی ام ور سی دی درایو اینو اوردرش رو میارم بالا و در نهایت commit change and exit میزنم و exit to boot loader manager و restart سیستم رو میزنم و این در نهایت برای من روی منجارو، روی گراب منجارو، گراب لایو منجارو بوت میشه. خب از اونجایی که من روی VMware هستم، احتیاج دارم که درایور های اوپن سورس رو استفاده کنم، بنابراین این گزینه رو میزنم. و حالا شما اگر که روی یه سیستم واقعی باشید، اگر قرار از این ویدیو استفاده کنید، به جای اوپن سورس درایورز قرار بزنه روی پروپرایتری درایورز به این صورت. و این شروع میکنه به بوت شدن و اینجاها رو میبرم جلو. و حالا این منجارو به اون محیط گرافیکی KDE وارد میشه و برای من قراره که یه جی او آی خیلی خفن رو بیاره بالا. من همیشه گفتم که بهترین توضیح برای، البته یه پست نفکنم داشتیم که میگم داخلش بهترین توضیح برای افرادی که میخوان از کاماندان اجتناب کنن همین منجارو هست. یعنی شما تقریبا همه چی رو میتونید به صورت گرافیکی تنظیم بکنید. خب من اینجا وارد اینستالر منجارو میشم و همونجوری که میبینید داره یه چک میکنه. این بعد به اینترنت متصل باشه تا بتونه یه سری چیزا رو چک کنه و در نهایت یه چک میکنه، میگه که حالا زبانتون انتخاب کن. من زبانم میخوام همون انگلیسی نگه دارم. بعد میگه که مکانتون انتخاب کن برای تاریخ، اونم انتخاب میکنم. بعد کیبورد لیاوت تو میگه انتخاب کن، که من انگلیش یو اس مجبورم انتخاب کنم. همیشه گفتم کیبورد لیاوت چیزی نیست که ما بخوایم جداش کنیم و مجبوریم که با توجه به اون وضعیت کیبوردمون انتخاب کنیم. بنابراین نکست میزنم و حالا برای پارتیشن من، خب ببینید چند تا گزینه به ما میده. میگه اینستال الانگ ساید، یعنی فهمیده که من یه سیستم عامل دیگه همین الان دارم. میگه میخوای که برات بریزم کنار این؟ میگم نمیخوام. بعد ریپلیس پارتیشن داره که میگه هر کدوم از پارتیشن ها رو که خواستیم من میتونم برای جایگزین کنم، یه چیز دیگه برات بریزم. و در نهایت منیوال پارتیشنینگ داریم که اگر روی این نکست بزنیم اینجا میاد برای ما پارتیشن ها رو نمایش میده. خب حالا توی این مرحله من تمام این پارتیشن ها رو میخوام همشون رو حذف کنم، چون گفته بودم میخوام از 0 تا 100 کل مرحله پارتیشنینگ رو انجام بدیم. و من اینا رو یکی یکی پاک میکنم و شروع میکنم از صفر برای خودم پارتیشن میسازم. خب اول یه نیو پارتیشن تیبل برای خودم ایجاد میکنم. میگه که چی میخوای؟ میگه از اونجایی که من دارم یو ای اف آی بوت میکنم، احتیاج دارم به جی پی تی. اینو اوکی میکنم. بعد شروع میکنم به کرییت کردن. خب اولی رو کرییت میکنم با 512 مگابایت که قراره از نوع فت 32 باشه. ماونت پوینتش رو میذارم روی بوت و ای اف آی، همینطور که فلگ بوتش رو فعال میکنم. این از پارتیشن اول. پارتیشن دومم کرییت میکنم، یکی به این 6 گرم دادم، پس 12000 مگابایت از نوع لینوکس سواپ میزنم و فلگ سواپش هم فعال میکنم. اوکی میکنم.
اینم از سوپم و در نهایت هر چیزی که باقی مونده رو تبدیل میکنم پارچین روتم با فایل سیستم BTRFS و ماونت پوینتش هم که میذارم روی روت. خب ببینید بچه ها، ما وقتی که داریم همچین کاری انجام میدیم، از اونجایی که من الان یه بوت UEFI دارم، دیدی که یه پارتیشن برای بوت ساختم و بهش فلگ بوت دادم، ولی اگر که من اینجا پارتیشن تیبلم رو MBR بزنم، بوتم لجیسی بایوس باشه، این پارتیشن رو اصلا نمیسازم، همین دوتا رو فقط میسازم و اینجا به این پارتیشن روت خودم فلگ بوت میزنم، این فلگ رو فعال میکنم. ولی الان نباید این کار رو بکنم، چون الان من دارم از یه بوت UEFI استفاده میکنم. بنابراین نیکس میزنم. اینجا برای خودتون یه یوزر میسازید، پسورد میدید. اینجا برای روت هم پسورد میذارم و نیکس میزنم. بعد در نهایت این اینستالیشن سامری رو به من میده، من روی گزینه اینستال میزنم تا فرآیندش شروع کنه. خب دیگه من تیکر رو میذارم روی فوروارد تا تایم ویدیو رو نگیریم و بریم به سلامت. خب اینستالیشن تموم شده، من این تیک ریستارت ناو رو میزنم و دان رو میزنم. خب و در نهایت این منجرای ما بوت میشه، میاد روی SDDM. من اینجا پسورد خودم رو وارد میکنم و وارد این منجرایی که به تازگی نصب کردیم میشم. به همین سادگی من یه توضیح منجر رو برای خودم نصب کردم. امیدوارم که ویدیو براتون کاربردی بوده باشه، استفاده کنید و تا ویدیوی بعدی بدرود.